مشکلات جامعه و بالخصوص در اواخر خودکشی یک تعداد زیادی از جوانای ما، ضرورت به این هست که سر از یک بحث عمومی شود. برم تا جایی که بسر کردیم یا پرسان اینا دو سه انگیزه خاص در این برابر میشه که یکی است که ازدواجات بسیار بیجا به خاطر که نسل جوان اکثرش تعلیم یافته است، مرم نسل پیشتر از این پدر و مادر و فامیل اینا از اینا هنوز هم به سواد دسترسی ندارن، به مون مفکورای قدیمی استن که یک دختر جوان سر هر روا تعلیمی که داشته باشه فقط همون مزاقی که رواج است که میگه سرش زیر بالش کو به بچه ماما و بچه کاکا به زای دیگه. دومی که خشونت فامیلا، اکثر فامیلایی را که همراهش آدم تماس میگیره یا دختر جوانه ای را که دست به خودکشی زدن، مهمترین دلیلش است که اینا در فامیل خود و در فامیل شوهر خود محبت نمیبینن. یعنی در فامیل خود ببینین اکثر وقتا وقتی که به ازدواجات بسیار بیجا دست دادن یا از خانه فرار کردن اینا، چون یک بچه جوان اگه یک دختر به تلفن یا به اینا یا به یک جای یک دو کلمه از محبت حرف بزنه و کلی اونا امو فکرای عاشقی فیلمی و اینا فکر میکنن، در حالی که خودشون وقتی که پدر و مادر محبت نشان نمیده، حرف نمیزنه، تشدد نشان میده و او فامیلایی که انوز هم در فکر عزی هستن که دختر تعلیم یافته را که میارن باعث آروس و امو فکرای قریگکی سابقی بی منطقشان است که نه دختر مردم باید بیای آشپز خانه از اینا یا نوکر خانه از اینا شوه، کل از این یک بحث داره. و دومی که از نگاه دولتی هم از نگاه سکتور دولتی مخصوصا از نگاه وزارت صحیح یا ولایت های افغانستان ضرورت به ایست که حداقل یک دو تلفن هاتلاین، یعنی یک دو تلفن 24 ساعته که هر 8 ساعت یک دو دکتر روانی و یا سایکیاتریست و سایکولوژیست بسیار بخصوص که از اینا صحبت کرده بتانه و حداقل جلوگیری از این نوع عیف بسیاری از این جوانایی را که آدم میبینه که یا از خوشبختانه حداقل از خودکشی پس برآمدن، هنوز هم حالت روانی از اینا خوب نیست. اینا ضرورت دارن به ای که همراهشان صحبت شود، اینا را از او زمینه سازی شود تا از فکرهای منفی بگذرن. مرم همچنان سر فامیل و اینایشان باید یک زمینه وضع شود. اکثر مردم از این قسمت ها دوری میکنن، یعنی یک دختر جوانی که میره به خانه یک شوهر و اینایی، خب باید از دختر از اون فامیل کرده کمتر توجه برش نشه، باید زیادتر هم شود، چرا او مادر و پدر خود فامیل خود حلقه ثبات خود پشت سر میگذاره که به پا به یک فامیل دیگه میگذاره، نه به این تشددهایی که امروز رو بروست. و هم از نگاه حقوقی و اینا هم از جناب رئیس بستر محکمه، از سارنوالی افغانستان، از وزارت امور داخله و اینا که در این قسمت ها اینا نمونه بسازن یک چند تای عزیزی حتی به حبس ابد یا به حبس های طویل المدت برای عزیزی که اینا باعث خودکشی یک جوان میشن ایوازی که جلوگیری کنن. و تمام روز مردای را آدم میبینه به این شفاخانه وقتی که خانمایشان لتوکوب میشه یا تکه تکه و اینا که در بیرون جرأت حرف زدن ندارن، مردم در خانه که میرسن دختر و زن و اینایشان از گاهی سر شکسته داره، گاهی پای شکسته، گاهی دست. و حتی بعض جوانای ما که در بیرون یا زفیدای ما که در بیرون دعوای فمینیست بودن دارن و آزادی و حقوق زن، مردم باز خودشان که میبینین باز در خانه خود امو آقایی که بیرون صحبت از حقوق زن میکنه، خانم خود لط میکنه، دختر خود نمیگذاره که بیرون اینا. این به کلی جامعه یک بس باز کار داره، هم از نگاه دولتی هم از نگاه مردمی که حالت تغییر کنه.